تو این فصل از آموزش میخوام یک فایلی رو از محیط برنامه فتوشاپ وارد محیط برنامه پریمیر کنیم. لازم ابتدا برنامه فتوشاپ رو اجرا کنیم. مطمئنن همه کسایی که با پریمیر کار میکنن قبلش با فتوشاپ کار کردند و آشناییتی دارن. اگر اینجا برای سربرگ فایل من کلیک کنم و نیو رو انتخاب کنم، یک چنین کادری برامون نشون داده میشه. برای اینکه بخوایم فایل هایی رو از فتوشاپ وارد محیط پریمیر کنیم، در قسمت داکیومنت تایپ لازمه که برای فلش بازشوی اون کلیک کرده و فیلم اند ویدیو رو انتخاب کنیم. با انتخاب این گزینه، یک سری از پیکسل ها از پیش تعیین شده اینجا برامون قرار داده میشه. در قسمت نیم میتونیم نام یا تایپ کنیم. در قسمت سایز اندازه رو میتونیم انتخاب کنیم. این همون اندازه هایی هست که در قسمت فایل نیو سکوینس اینجا برامون تعریف شده. این اندازه هایی که اینجا برامون تعریف شده همون اندازه هایی هست که تو این کاد برامون قرار داده شده. حالا تصویرمون رو با چه عنوانی انتخاب کردیم از اینجا روی اون کلیک کرد و انتخابش میکنیم. مقدار واید، هاید همه اینها قرار داده شده بر اساس پیکسل هست. رزولوشن 72 اینجا و بک‌گراند ما اینجا ترانسپارنت انتخاب می‌کنیم و روی اوکی کلیک می‌کنیم. اگر دقت کنیم من اندازه صفحه رو کوچیک‌تر کردم. دقیقاً همون چیزی که در آموزش قبلی در برنامه پریمیر برای اندازه مانیتور صحبت کردیم اینجا هستش. در قسمت برنامه پریمیر ما گفتیم اگر روی مانیتور کلیک راست کنیم و سیف مارجین رو انتخاب کنیم که کادری که برامون ایجاد میشه، ما از اطمینان اینکه چه قسمتی از فایلمون روی اکثر تلویزیون ها نشون داده میشه رو ببینیم، دقیقاً در فتوشاپ این قانون رعایت شده. و میگه که فایلی رو که میخوای قرار بدی در محیط برنامه فتوشاپ تو این کادر باشه. من تو محیط فتوشاپ میخوام یک تصویر قرار بدم. روی اوپن کلیک میکنم تصویرم رو بتونم اینجا قرار بدم. تصویر من این هست. یک درخت با چند قاب. من میخوام قاب ها رو از درخت جدا کنم در برنامه فتوشاپ. بعد با استفاده از این قاب ها تصویرهایی روی هر کدوم از قاب، تصویرهای ویدئویی روی هر کدوم از این قاب ها قرار بدم و حالا یک انیمیشنی هم ایجاد کنم. ابتدا این قسمت ها که از سفیدی از قبل باقی مونده روی این صفحه نمایشم رو از بین میبرم. با استفاده از این ابزار و گرفتن کلید شیفت در قسمت‌های مختلف که حالا دیده میشه کلیک میکنم. مطمئنن همه کسایی که با فتوشاپ کار کردن با این کار آشناییت دارن و میدونن که این یکی از آسان ترین کارهایی که میشه با فتوشاپ انجام داد. البته این نقطه ها چنان ریز هستن که دیده نمیشن، اما اینکه شما متوجه کار من بشید که حالا من چی کار کردم، مقدمی از کار خدمتتون توضیح میدم. زمینه ای تمام اینهایی رو که انتخاب میکنم به ترانسپارنت باید تغییر بدم که تمام تصویر من یک دست بشه. الان اگر من روی دکمه دیلت از صفحه کلید بزنم، میبینیم که تمام قسمت هایی که سفید بود برای من به زمینه ترانسپارنت تغییر کرد. و با زدن کلید کنترل از صفحه کلید و حرف دی، تمام قسمت های انتخابی من از حالت انتخاب خارج شدن. اگر من روی هر کدوم از این قاب هایی که دارم یکی از ابزارهای انتخاب رو انتخاب کنم و
در این قسمت این گزینه چون فعاله کلید شیفت رو میگیرم و این قاب رو انتخاب میکنم. میبینیم که این قاب الان برای من انتخاب شد. کلید کنترل از صفحه کلید رو میگیرم و حرف سی رو میزنم. مجدد کلید کنترل از صفحه کلید رو میگیرم و حرف وی رو میزنم. اگر روی قاب اصلیمون برگردیم، روی تصویر اصلیمون برگردیم، اینجا میتونیم قاب رو حذف کنیم. از درخت قاب رو حذف میکنم. با زدن کلید دیلت از صفحه کلید این قاب برامون حذف میشه. اگر دقت کنیم من لایه قاب رو خاموش میکنم و لایه اصلی که برای من فعاله، من چون قاب رو انتخاب کردم و کلید دیلت رو زدم، قاب انتخابی برامون حذف شد. به همین روش تمام قاب ها رو من باید حذف کنم که بعد حالا بتونم با استفاده از اون قاب یک انیمیشن ایجاد کنم. البته من میخوام یه حالتی رو ایجاد کنم که حالا اون قاب تاب بخوره. برای مثال من فقط روی یکی از این قاب ها کار میکنم، یکی قاب ابتدایی و یکی هم این قاب انتهایی. اگر خواستین شما میتونید تمام قاب ها رو به این صورت به حرکت بیاریم. من فقط این دوتا قاب رو انتخاب میکنم. کلید کنترل سی و کنترل وی رو میزنم. به لایه اصلی بر میگردم و قاب رو حذفش میکنم. و این قاب قبلی رو مجدد سر جای خودش قرار میدم. که اگر دو تا لایه‌ای که ایجاد کردم و خاموش کنم و روی لایه اصلی برگردیم، می‌بینیم که این قسمت قاب هنوز باقی مونده. اینم انتخاب می‌کنم، حذفش می‌کنم. حالا اگر روی هر کدوم از لایه‌های دیگه کلیک کنیم، می‌بینیم قاب درست هستش و این لایه هم به همین صورت. من این دوتا قاب رو جدا کردم، بقیه قاب ها به حالت عادی خودشون باشن. تغییرات لازم رو روی قابمون انجام دادیم. حالا می‌خوام این قاب رو وارد صفحه‌ای که ایجاد کردم ببرم. کلید کنترل از صفحه کلید رو میگیرم و تمام لایه‌ها رو انتخاب میکنم. روی کل لایه‌ها کلیک چپ موس رو نگه داشته و به سربرگ بعدی میرم. در این صفحه لایه‌هایی که برداشتم و اینجا رها میکنم. میبینم که لایه اینجا قرار گرفت و هر چند تا لایه‌ای که بودن تو قسمت سربرگ لایرز ها قرار گرفتن. تصویر رو در وسط این کات قرار میدم. حالا میتونم این لایه رو ذخیره‌اش کنم. با کلیک بر روی سربرگ فایل و انتخاب سیو یا سیو از فرقی نمیکنه. با فرمت PSD ذخیره میکنم. روی دکمه سیو کلیک میکنم تا تغییرات برام ذخیره بشه. حالا اگر بخوام اون فایل رو وارد محیط برنامه پریمیرم کنم، مثل وارد کردن سایر آیتم هایی که تو محیط پریمیر وارد میکردیم، در قسمت پروژه میتونیم تو این کات دابل کلیک کنیم تا بتونیم فایل هامون رو وارد کنیم، یا اینکه کلیک راست کنیم و ایمپورت رو انتخاب کنیم، یا از قسمت مدیا وارد اون درایوی که فایل هامون رو وارد کردیم بشیم. از هر چند روش میتونیم استفاده کنیم. من دابل کلیک میکنم. فایل آموزش 365 PSD بود، روی اون کلیک کرد و انتخابش میکنم و با زدن روی دکمه
Open این کد برامون نشون داده میشه. در این قسمت Merge All Layers میگه که همه لایه‌ها رو براتون مرج میکنیم و در یک فایل قرار میدیم. که ما چون میخوایم روی هر کدوم از این فایل‌ها عملکرد خاصی رو انجام بدیم، این گزینه لازممون نمیشه. کلیک راست کردم، Merge Layer رو انتخاب میکنیم که حالا اینجا میتونیم انتخاب کنیم کدوم لایه باشه و حالا اون دوتا لایه یا اون یه دوتا لایه یا همه لایه ها با هم مرج بشن که با کلیک بر روی هر کدوم میتونیم اونو از حالت انتخاب خارجش کنیم. Individual Layered رو اگر انتخاب کنیم هم میتونه لایه رو که مد نظرمونه رو انتخاب کنیم و اون لایه ها رو به صورت تک به تک وارد برنامه پریمیر میکنه و سیکوینس را اگر انتخاب کنیم با توجه به تغییرات سیکوینسمون لایه ها رو انتخاب میکنه وارد محیط برنامه پریمیر میکنه. ما اینجا سیکوینس رو انتخاب میکنیم و همه لایه ها رو هم انتخاب کرده و روی اوکی کلیک میکنیم. میبینیم اینجا یک فایلی با نام فایلمون ایجاد شد و با کلیک بر روی اون تمام لایه ها نشون داده میشه که با کلیک بر روی هر کدوم اون لایه محیط وارد محیط برنامه پریمیر میشه. در صورتی در قسمت تایملاین برنامه قرار میگیره. در صورتی که روی هر کدوم دابل کلیک کنیم یا حالا اونو بکشیم داخل منوی تایملاین، تو قسمت تایملاین قرار میگیره. اگر بخوایم همه این لایه ها رو به صورت یک باره قرار بدیم، میتونیم روی فایل آموزش 1365 که به این صورت برامون نشون داده شده دابل کلیک کنیم، میبینیم هر سه فایل اینجا برامون به ترتیب حالا لایه های خودشون لایر 2، لایرز 3، لایرز که میبینیم به ترتیب لایه ها تو این قسمت برامون قرار گرفتن و برای حذف هر کدومم مانند فایل هایی که حالا قبلا قرار میدادیم و حذف میکردیم میتونیم رو هر کدوم کلیک راست کنیم با انتخاب کلیر یا زدن کلید دیلیت از صفحه کلید و یا از قسمت ادیت روی کلیر کلیک کنیم یا بک اسپیس از صفحه کلید رو بزنیم، موجب حذف اون فایل روی اون ترک میشه و برای قرار گرفتن اطلاعات لایه در اندازه کد که در حال حاضر در اندازه کد هستش که گفتیم سیف مارجین رو میتونیم انتخاب کنیم که حالا اندازه کد رو هم برامون مشخص کنه و بخوایم اگر اندازه کل صفحمون قرار بگیره کلیک راست کرده و اسکوال فریم سایز رو انتخاب میکنیم که در اندازه فریم سایز صفحمون فایل ها قرار میگیره و فایل ها بعد از وارد شدن به برنامه پریمیر میتونیم تغییراتی که حالا مد نظرمونه رو روش اعمال کنیم.